فوتبال جهانی پهناور با زبانی مشترک. برای فهمیدنش نیاز نیست فوتبالیست باشین، باید عاشق باشین. عاشق این مهمترین پدیده عصر حاضر که با اولین لمس توپ راهی برای نفوذ به روحتون پیدا میکنه. از شدت هیجانش قلبتون به قفسه سینه میکوبه، اشکتون رو در میاره، از خوشحالی سرتون به آسمون میرسه و مثل عشق دلیل همه کارهای روزمرتون میشه. و اینجاست که ماجراجویی شروع میشه. ماجراجویی برای پیدا کردن عاشقان حقیقی، برای پیدا کردن کسایی که توپ فوتبال به اندازه لباس تن بهشون نزدیکه. از هر چهار گوشه ایران، از زمین‌های خاکی تا مجهزترین مدارس فوتبال کشور، از کوچه پس کوچه ها تا هر جایی که بچه‌ای هست با توپ و دروازه‌اش، ماجراجویی برای پیدا کردن ستاره هایی که قراره توی آسمون فوتبال بدرخشن. این ستاره ها فوتبال ایرانو می سازن. این برنامه جاییه که ستاره ها متولد می شن. ما آماده ایم، هر چیزی برای درخششتون لازمه آماده کردیم. دستتون رو میگیریم و استعدادتون رو کشف میکنیم. من خودم هم از زمینای خاکی شروع کردم. برای شروع خیلی آماده هم. اینجاییم که رویای شما رو برآورده کنیم. دوست دارم برنامه زودتر شروع شه تا درخشش شما رو ببینیم. ما هر کدوم از یه نسل فوتبال جمع شدیم، از مشتبه جبالی تا آقا فیلم فیروز خانم که دیگه خداداد، ادمون و مشتبه شاگردهای من بودن. اینجا جمع شدیم تا بتونیم شما رو ستاره کنیم. توی دروازه مشتبه جبالی، گل خداداد عزیزی توی بول خدا داد اشکم و در آورد. حالا اینجا کنار هم باعث افتخارم. به جز فوتبال از ادمون خیلی چیزا میشه یاد گرفت. اون یه ایرونیه که عاشق تیم ملی و عاشق پرچمشه. ما به شما امیدواریم، شما هم به ما اعتماد کنید. من خیلی آدم سختگیریم. این آخرین شانستونه، تمام تلاشتون رو بکنید. سعی کن ما رو متقاعد کنی که یک ستاره. ستاره ساز مزرعه‌ای که توش هیچ دونه سالمی گم نمیشه. خدا سلام، عرض ادب حضور بیننده های محترم شبکه سیدتون مبارک باشه. این دومین قسمت از برنامه ستاره سازه که تقدیم شما میشه. امیدوارم اولی رو دیده باشید. توضیح دادم اونجا راجع به ساختار برنامه، اینکه یه فراخوان اعلام کردیم از طریق شبکه 3، کلی ویدیو از جای مختلف ایران رسید از طرف کسایی که فکر میکردن استعداد فوتبالی دارن و میتونن فوتبالیست بشن. ویدیوها اومد، 4 تا مربی ما اینا رو دیدن و بعدش سری رو انتخاب کردن، رفتن مربیامون به شهرهای مختلف کشورمون، حضوری بچه‌ها رو دیدن و تست کردن و قراره سریاشون بیان تهران و توی استودیو خیلی بزرگ و خفن، یه چیز شبیه زمین فوتبال، تستای حضوری بدن، شما ببینیدشون، بهشون رأی بدید و این داستانیه که ما قراره سپری کنیم با هم دیگه تا آخر ستاره ساز. و امیدوارم
درسته که یه برنامه تلویزیونی قراره بسازیم و شما ببینید و کیف کنید و سرتون سر نره، ولی در نهایت بتونیم چند تا استعداد به فوتبال کشورمون معرفی بکنیم. ضمن اینکه شما میتونید برید روی روبیکا، اپلیکیشن روبیکا، صفحه داره ستاره ساز، رو صفحه ستاره ساز کلی اونجا خبر و اتفاق و ویدیو و هر چی که برنامه باید بدونید و مشارکت کنید با ما، هم تو اومدن استدیو، هم برای فصل‌های آینده ستاره ساز و ویدیوهای پشت صحنه و کلی اتفاق باحال دیگه اونجا هست. پس میتونید ستاره 780 مربع رو بگیرید، رو بیکارو نصب بکنید، یا اگه دارید به روز رسانیش بکنید و صفحه ستاره ساز رو دنبال بکنید. پس این از قصه اپلیکیشن که کلی باهاش کار داریم توی این فصل و البته فصل‌های بعدی ستاره ساز. اما باید ببینیم مربی دوممون توی ستاره ساز چه کسی هست. بعضی از فوتبالیست‌ها بودن که تو دوران فوتبالشون خیلی آروم و شیک و با شخصیت فوتبالشون رو بازی می‌کردن فقط. بعضی هم نه عصبانی و دعوایی. حالا این دو قش میان مربی میشن. یه سریشون همون اخلاق رو حفظ می‌کنن، بعضیشون هم تغییر می‌کنن. باید ببینیم که حالا کسی که میاد اینجا میشینه چه اخلاقی داره. درست امیرعلی؟ بله سلام، امیدوارم خوب باشین. با شما موافقم محمد حسین جان. فکر می‌کنین نفر بعدی که قرار روی این صندلی بشینه و در کنار اینکه فوتبالیست خوبی بوده، تخصص و دانش هم داره و تجربه کار کردن با نونه هالند هم داره کیه؟ حدس بزنید. شما بگو. بدون شک علی آقا کریمی. علی آقا کریمی که اسطوره فوتبال ماست. یه نفر دیگه شما بگین. علی دایی. دیگه همه اسطوره ها هم همه میگم ولی شما بفرمایید. محبوبا رو. به نظرم آقای استیلی. آقای استیلی هم به هر حال همه کسایی که اسپوردن همه این خصوصیات رو دارن، اما نفری که قرار اینجا بشینه رو شما بفرمایید. بگم. بله. ادمون وزیک. خانم ها آقایان، ادمون بزیک. سلام، سلام. خیلی خوشمزه. ما توی قسمت قبل تصاویر خودداد عزیزی رو دیدیم تو مشهد، تو یزد، اون محدوده شرق کشور رو سعی کرده بود که رصد بکنه و ببینه و یه سری‌ها رو انتخاب بکنه. خیلی هم به نظرم تصاویر باحال و هیجان انگیز شده بود. شما کجا رفتی؟ من اولین سفرم به کرمانشاه بود، بعد رفتم تبریز، بعد رشت. کرمانشاه، تبریز، رشت. رشت، بله. کرمانشاهی داریم اینجا دیگه قطعاً. بله. خب چطور بود؟ برام یه توضیح کوتاه بده. کرمانشاه چطور بود؟ فکر کنم که کرمانشاه استقبال خیلی خوبی شده بود و خب به هر حال ما بازیکنایی داریم، نمیدونم کسی میشناسه بازیکنای کرمانشاه کردمون رو. بختیار رحمانی باری کلا، بوریا غفوری باری کلا، کاوه رضایی باری کلا. ساعت 8 صبح. آها، کلیپ تو فرستادی پس. آره. دیگه باید فردا خودت نشون بدی. شنیدم آقای خداداد عزیزی و ادمون بزیک میخوان بیان. حالا ببینیم این چه آیتمایی داره. شوت زنی، دیری بوده، فوتبال، ببینید چیه. من دارم. آمین. چرا دیدی راست نمیگی؟ فردا تو تست اونایی که لیاقتشو دارن انتخاب بشن. این تجربه خوبیه. زمانی که ما فوتبال میکردیم نبود، یعنی الان خدا رو شکر یک کسی هستن در سوزن من یه حرکت داریم. فوتبال بازی میکنیم؟ آره فوتبال میکنیم. پاکی بازی میکنیم؟ پایی آقا خیلی بیا 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 فوتبال بیا برای سمیه در خواهد ما روز اولی که رفتیم کرمانشاه من به خودم فکر نمی‌کردم اینقدر استقبال خوب باشه. حدود 500 یا 600 تا بازیکن بودن که ما با یک کیف 3 نفری رفتیم و
اونا رو وسط کردیم دیدیم و استعداد خوبی هم پیدا کردیم توش. من یه سوال از حالا بقیه مربیامون هم خواهم پرسید، این که با چند دقیقه دیدن یه بازیکن میشه فهمیدیم فوتبالیست میشه یا نه؟ واقعا آره میشه، با 5 دقیقه میشه. با 5 دقیقه آره. همون داستانه یه بغل پا بزنه. آره آره آره، فکر کنم که این یه چیز تجربیه که همه مربی به دست میارن. شاید من اون موقعی که بازیکن بودم اینو نمیدونستم، ولی وقتی میایید مربیگری میکنید و از پایه شروع میکنی میشه آره با 5 دقیقه میشه بازیکن انتخاب کرد. خب ادمان تو استان کرمانشاه از بچهای استانهای همدان، لرستان، کردستان و کرمانشاه تست گرفت. بریم آیتمو ببینیم. از دست ندید، خیلی باحاله. حالا این مشهد الان 3 ماه زمستون برف نیومده، الان امروز برای ما برف گرفت. امروز؟ امروز 15 اومه دیگه. 5 هم از چله کوچیک گذشته تازه یاد شما رو برف گرفت. یواش یواش بچه یواش. واقعا میگه اینجا گرم بوده؟ کرموشا مطمئن؟ فوتبال بازی کنین، 10 دقیقه فوتبال بازی میکنین، دو دوره 5-5 و 6-6 فوتبال بازی میکنین، بعد اینکه فوتبال بازی کردین یک در مقابل یک با هم دیگه بازی میکنین. اونجا دیگه مهارت یه نفر میشه دفاع، یه نفر میشه مهاجم، بعد جاتون رو عوض میکنین. بیا بچه ها بریم باز شد، آبی باز شد تو بگیم، نه باز شد نه که بریم جلو، همون باید بگیم از اقف شد. من 13 سال رده پای کنم، نوع حرکت، نوع پاس دادن، نوعی که چه جوری به موقع بتونی از اون توانایی استفاده کنی من میگم سعی کنی خودتون باشی، اون چیزی که بلدی به من نشون بده. ما اومدیم کمک کنیم شما برید فوتبالیست بشید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده. این چیزی که من دیدم اونجا، خب من فکر کنم که خب این ستاره قبلی هم که بودن الان هم که دارن فعالیت میکنن، خب این نشون میده که مطمئنا اونجا استعداد زیاده و بعد استعدادیابای خوبی برن اونجا و استعداد رو پیدا کنن. درسته، علاوه بر مطمئنم... فیزیکی میدونه که علاوه بر فیزیکی فوق العاده قدرت پشتی بله. اینا نشون دادن. من تو تیمای پایم دیدم بازیکنای از اون سمت بله. بسیار عالی. بعد از اونجا اومدید سمت تبریز. بله تبریز. ما همش هم چیز رفتیم، ما زمینی، چون من از هواپیما میترسم. میترسی واقعا؟ آره. دور فوتبال هم میترسیدی دیگه؟ تقریبا. چجوری بود تو سفرهای شهر به شهر؟ خب دیگه مجبور بودم، بعد میرفتم دیگه. خب میدونی که سری از بازیکنان نمیرفتن سفرها رو، بعد مثلا کارت زرد میگرفتن که محروم شن بازی بعدی اونایی که نه من این کارا بلد نبودم، ولی خدایش خیلی نه ولی میترس، خیلی میترس، خیلی میترسی. خب دعوا نکردی؟ محروم نشدی؟ چرا، یه بار اخراج شدم فکر کنم و بدترین لحظه فوتبالیم بوده. بازی تیم ملی امید ایران و امارات بود، جوان بودم دیگه، 19 سالم بود موقع اخراج شدم تو بازی، بعد از اون به بعد اخراج نشدم دیگه، کارت قرمز نگرفتم. سلام بچه، سلام خوبی؟ سلام
تبریز خیلی متاسفانه زیاد نبودن. نزدیک آره 200 نفر بودن ولی استقبال خوبی نشده بود، ولی باز اونجا تونستیم از اون 200 نفر چند نفر رو انتخاب کنیم. اونجا هم یه نکته مهمی که داره الان استان آذربایجان شرقی شهر تبریز اینه که تیمای لیگ برتری داره و زیاد هم داره، هم لیگ برتر هم لیگ یک، و این انگیزه رو برای جوانای اونجا میبره بالا که برن تست بدن، نمیدونم امید گسترش ماشین سازی قبلا شهرداری تبریز بود، برن 90 ارومیه الان جایران لیگ یک. این منطقه شمال غرب کشورم، یعنی راه افتاد فوتبالش با تیمای لیگ برتری. درسته، من فکر کنم که بعد اینا خب فقط بیان روی پایاشون بیشتر کار کنن که این استعداد هدر نره. مطمئنن اونجا استعداد زیادی داریم، ولی فکر کنم که خیلی خوب کار نکردیم تو این چند سال توی پایه‌هامون و باید بیشتر کار کنیم. شما که همبازی آذری زیاد داشتی. با خیلی رفیق صمیمیات هم هستن. اون موقع بازیکنان آذری خیلی خوب بودن. الان بازیکنای فکر کنم طرفای مازندران و شمال آره الان دیگه برتری از مازندران زیاد. زمان شما میگم رفیق صمیمیات هم بودن، اسماعیل هلالی و اسماعیل دایی، آقای دایی بود، آقای استعمت چیز بودن دیگه، همه آذری بودن. یه سیروس هم که یه مدت بله ملی و اینا هم بود، اسماعیل هم که رفیقت الان بله بله فوق العاده بامزه، یعنی خیلی فوق العاده کارش خوبه. کارش خوبه آره. اون هم ایشون هم حالا یه چند سال مربیگری چیز کرده، پایا کرده، الانم امیدای پرسپولیس ولی خوبه. رشت اهل اونجاست، اومد الان برایسون داره بازی می‌کنه توی شهرهای رشت و تبریز. از بچه‌های زنجان، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل تست گرفته شده. بریم روند استعدادیابی توی این شهرها رو ببینیم. راست چپ ببین میرسیم اینجا با پای راسته، این حمله توپه، خب نمیزنیم توپ بره، با ضربه با پا نگاه کن حمله توپ، اینجا با چپه، بیا نشین، این با فریب رد شدنه، پاسه، بیا جلو ضربه زدنه، نازنین آذربایجان. از اونجا هم ادموند با تیم ستاره ساز رفتید رشت. بله رشت، همونطور که میدونین الان بیشتر استعدادا اونن، بیشتر بازیکنای لیگ برتر اونم چیزا شمالی هم. شمالی. سلام علیکم. ستاره سازه؟ بله. خسته نباشید. خیلی وقت من از اون پایین دنبالتونم که یه سلام علیکی با هم داشته باشین. خوب هستین؟ خسته نباشید. این مسیری که اومدین از اون گردن اومدین پایین، اینجا تارم حساب میشه، شهرستان تارم. ان شاء الله اگه رشت بخوایم برین دست چپ ببینید تا رشت دیگه. یه ساعت و 10 دقیقه، یه ساعت اینا راهیم. اونجا استقبال خوب بود، بازیکنان خوبی دیدم اونجا. یعنی چشا رو میگیره مطمئنا. چش که خب خیلی فوتبالیست داره دیگه، الان گل سرسوادش کیه؟ این ها بازیکن گفتی بازیکن که از داماش شروع کرد الان برایتونه، جهانبخش. از جهانبخش اصلا اهل محله داماشه، داماش محله است، یعنی جاییه اطراف رشت اهل اونجاست، اومد الان برایتون داره بازی میکنه. خیلی فوتبالیست از منطقه گیلان و البته انزلی، فاصله کم انزلی تا رشت کلی فوتبالیست، ملوان و انزلی که قصهش خیلی استعدادهای زیادی اونجا وجود داره و فکر کنم که تو سالهای بعدم خیلی بیشتر خواهیم شنید از این استعدادهای خوب گیلان. دریا توفان داره، وای باد و باران داره، وای گیل مردای خانه، هر نظم این جان دیگی گونه از بازی کن،
هفت‌هشتادم کنار ستاره ساز هست. برنامه ما رو که دنبال میکنید حواستون به اپلیکیشن هفت‌هشتادم باشه، به راحتی میتونید نصبش کنید. کافیه ستاره هفت‌هشتاد ستاره پنج مربع رو بگیرید، کاملا رایگان. لینک دانلود اپلیکیشن براتون میاد. تراکنشاتون رو اگه از طریق اپلیکیشن انجام بدید تو طول پخش برنامه 73 تا شانس میگیرید. قصه‌های فوتبالی هم دارن بچه های 7-80، مثلا 73 تا این عدد به خاطر اینکه قبل از 20 سالگی امباپه 73 تا گل زده بود. اونایی که از اپ استفاده کنن و تراکنش کنن 73 تا شانس، اونایی که از 7-80 مربع استفاده بکنن 30 تا شانس دارن برای اون جشنواره بزرگ و بردن 5 تا 100 میلیون تومان. های وزیر، که داستانی که تو این تست گرفتن ها و اصولا تو هر انتخابی پیش میاد این بحث خط خوردن بازیکن است. تو بالاترین سطح، یعنی تیم میخواد بره جام جهانی، تیم ملی فوتبال برزیل داره میره جام جهانی، 23 تا رو مربی انتخاب میکنه، رسانه ها مردم این چرا انتخاب نشد، اون خیلی خوب بود، تیم ملی خودمون که دیگه دیدید. بله. هر دفعه داستانه. بیایم پایین‌تر، تیمای باشگاهی، تیمای امید و یه تست این مدلی استعدادیابی. چقدر خط زدن سخته برای مربی؟ میخوام حالا بعدا مقایسش بکنم با بازیکن. ببین فکر کنم که سخت‌ترین کار واسه مربی این خط زدن است، ولی مربی حالا اون چیزایی که شما گفتین، خب مال تیم ملی اینا، خب به هر حال مربی میشناسه بازیکنو، ولی شما وقتی میدون استعدادیابی میکنی میخوای خط بزنی، خب کارت سخت داره، چون این بچه کوچیکه. خب بعد این که میخوای بگی مثلا حالا انتخاب نشدی یه مقدار سخت میشه، ولی خب یه حسنی که داره، شما شاید مثلا تو 30 سالگی خط بخوری از تیم ملی، خب بعد فوتبال تمومه، ولی تو 12 سالگی وقتی خط بخوری میدونی میتونم دوباره بیام تلاش کنم، دوباره برم کار کنم و یه جای دیگه تست بدم برم قبول بشم. حالا ما میایم مثلا واسه یه تیم میخوایم انتخاب کنیم، مثلا میگم با 20 تا 25 تا بیشتر نمیتونی انتخاب کنی. خب ولی این دلیل بر این نیست که من مثلا خط زدم یه نفر رو خب دیگه کارش تمومه، نه، این میره یه جای دیگه تست بده، شاید تو یه تیم دیگه بتونه بازی کنه، بتونه کار کنه، ولی اینجا خب بالاخره تو شما یه محدودیتی دارید، 20 تا 30 تا، حالا هر چند تو اون لحظه اصلا خوب ندیدی اینو یا تواناییش ندیدی. یه چیز به شما بگم، مربیگری کلا سلیقه است دیگه. خب منم خیلی خط خوردم، خیلی خط خوردم. خیلی بدترینش کدوم بوده؟ یعنی همچی خط قرمز خوردی؟ فکر کنم جام ملت‌های 96 بود که آقای مایلکو هم مربی بود و من بدون اینکه تست بشم خط خوردم. یعنی رو فرم خوبی بودی تو باشگاه اینا؟ اوکی بودی باشگاه؟ من وقتی دعوت شدم تیم ملی، بعدش رفتیم بازی‌های غرب آسیا، جام باشگاه رفتیم، اونجا خیلی خوب بودم، حتی خود آقای مایلکو هم ازم تعریف کرد، ولی اومدیم تهران خط خوردم. چون یک نفهمیدی واسه چی؟ هنوزم نفهمیدم. بچه‌ها واقعیتش اینه که من دوست دارم همتون باشین، خب این طور میگم یه مقدار معذوریت داریم و یه مقدار محدودیت داریم. این بدترین لحظه یه مربیه، یه مربی که مثلا خواهد انتخاب کنه خیلی سخت. از همتون ممنونم، فقط شما دوتا بمونم. مرسی، خسته نباشی. گولران بمون، خسته نباشی برد. مرسی. انتخاب نشد. بر نداشت. هیچی نتونستین دیگه، نتونستین. دیگه نتیجه رو واگذار کردیم دیگه. حرف خودش این بود که میگفت مثلا نرسیدم به تو، پاس ندادن به. با ما بازی نردیم. خسته بودم، بعد نتونستم خوب بازی کنم. کار میکنه بنده خود. دیشبم تا ساعت 3 صبح در مغازه بود. از باورسر تا اینجام که بیایم 600 رو قسمت نشد که ما قبول بشیم، ولی بعضی از ما بهتر بودن قبول شدن. همش به فکر آینده بودم که آیندهم چه میشه، قبول میشم نمیشم.
دیگه نظر خودشون بود دیگه، واسه من مهم نیست، خودم لیگ بازی میکنم، نه اصلا ناراحتم نه خوشحال. یه ذره هم نگاه نمیکردن، هی با هم دیگه صحبت میکردن، بازیکن ها رو نگاه نمیکردن اصلا کدومی که خوبه کدومی که بده. میگم ناحقی بود، چون اون بچه‌ای که واقعا تلاش کردن انتخاب نکرد. شاید من از خیلی بهتر بودم، ولی خب قبول نشدم دیگه. نه من میتونم بازی بکنم، اینا بزرگ بودن. یه نفر بود نگاهش کردم بازیش، اونجا داشتیم بازی میکردیم، من او بهتر بودم و دو قبول شد، گفت ساعت دو بیا، به ما نگفت ساعت دو بیا. شرایط یه جوری شد، استرس گرفته بود، نمیتونست خوب بازی کنه. من که خودم میدونم بد بازی کردم، ناراحت نیستم، خوب با تلاشمو بیشتر میکردم تا خوب میشد. تا هر جایی که جا باشه ادامه میدم. سال دیگه می دوباره امتحان بدی؟ این یه سال تمرین کن، سال دیگه بیام. یه تازه دیگه فقط یه فایده نداره، یه بازیکن مثلا میدن که بازیش خوبه رو هم متمرکز میشه. خوب بازیکنها رو نگاه نمیکردن. شش کدوم رو نگاه نکرد، هر کی اونور بوده همه رفتن لباس عوض کردن، فقط اون کوچیکایی که اونجا بودن. مگه میشه همچین چیزی؟ یه دقیقه. نه من ببینیم بچه های چیز به شما بگم، من خودم کارم بلدم دیگه، من الان در دیبای میسادم یه دوری که اینجا تمام شد، خب مهارت تمام شد، بعد میومدم اونجا نگاه میکردم. نه آقا تو استادی برو آقا، یک فرصت فقط با. خب من چند تا فرصت، بقیه چند تا فرصت دارم شما؟ یک فرصت همین فرصت رو من بده خدا. من از خیلی اینا بهتر، شما اصلا من ندید، من خیلی اینا بهتر. خب این آخر نظر خودت، اگه شما اینجوری فکر کنی خب من برم، شما جوی جای من باشی. این ویدیو نگاش کن، الان من دارم کار میکنم پسر، خوب چجوری نگاه کنه؟ بعد حق این اجاف نمیشه؟ نه یه فرصتی دیگه میشه. نه اینو اینجوری بگو، نگو که من از اونا بهترم، از شما بیشتر. منظور من این نبود، منظور این که یه فرصت دیگه اگه میشه ما بدین. الان نمیشه. نمیشه؟ نه موفق باشی. فرصت دیگه نداد، گفتش که خودش نگاه میکرده ولی من نهیدم نگاه کنم. خیلی هم میگم فقط من نمیگم. بعد گفتش که اگه اینطوریه شما بیای جای من برم جایشم. اصلا منظورم این نبود. نه نه برنده نه، چون من رو بچم خیلی حساب کرده بودم، چون واقعا قبول داشتمش، چپا بود، اوکی، ولی برم بهش بگم. من که صحبتام گفتم، گفتم که میتونی، این که نگفتم نمیتونی. یه بار دیگه فقط ببین، نه اینجا که بایستده همه شو یه فرصت بخوام نظرت بدم. اینا چی؟ اینا چی؟ اینا رو فرصت دادم یا نده؟ من بگو برو خوب که متولد چندی؟ 84. بابا چه کار سختی دادیم به ما، از کار شما سخت‌تره به خدا. من اینو میگم شما بیا اینا رو هندل کن. حالا برو بذار ببینم اینا متولدی 85 که اومدن چیز میکنم. برو آید بان، میگم شما چرا اینقدر سخت گیری میکنید با نسبت به این بچه های ما؟ اینو بچه ها رو که سخت گیری میکنیم به خاطر اینه که اون فکر نکنن، مثلا میگم اومد الان اومده به راحتی فوتبالیست آره. میشن یارو اومده اینجا، خب مثلا انتخاب شده، آقا تموم شد، من دیگه فوتبالیستم. خیلی از اولیا، یعنی اون خیلی از پدر مادر این فکر رو میکنن که این کار درستی نیست. خب اینا بعد وقتی اومدی تو کار، الان اومدی تو این تونله، بعد تو این تونله اینقدر زحمت بکشی که رد شی این تونله، یعنی همیشه سعی کنم رو میشه. برو بپوش، بپوشم، برو بپوش با اون 83 بزن بازی کنیم چجوری. من استاد خط خوردن تیم ملی بودم. ادموند من استاد خط خوردن تیم ملی بودم. ببین من از سال 75 تا سال 84 اسماعیل جان. بله. آقا اسماعیل که بله. حالا دیگه بوده. نه. سعید میگم. سعید هم اینقدر من شنیده دیگه. نه. آره. واقعیتش ادموند تا لحظات آخر تیم ملی بود. همیشه بودم آره. اون لحظه آخر اون یکی دو نفره نمیدونم. آره تیم رویایی 98 تیم ملی هم بودم، اونجا هم خط خوردم. یعنی من فرانسه قبل از جام جهانی فرانسه، فرانسه اردو هم بودم. 15 روز اونجا عید اونجا بودیم 15 روز. یه مقدار اونجا هم خیلی میگم آقا اون سختگیریام اون موقع مثلا واسه شما بوده دیگه. آره فکر نمی‌کنی خط خوردنت ملس بود؟ چی بود؟ ملس. آره ملس بود که خط می‌خوردن دیگه. من فکر می‌کنم مثلا به خاطر این دعوت می‌شدم، از نظر به خاطر توانایی دعوت می‌شدم، به خاطر این دعوت می‌شدم که خط بخورم. خیلی ولی خیلی خوب خط می‌خوردم. من تیم ملی نوجوانان که دعوت شدم بازیکن فیکسشون هم بودم، منتها خط خوردم به خاطر اینکه یک ده روز ده یا ده یا از 11 روز بزرگتر بودم.
برای بقیه تیم ملی ها اتفاق جوانان، امید، فوزستان همش بودم. اینا هم تو این تیم هم آقا اسمت گنبازی من بوده دیگه، اونا هم اونجا هم فیکس بودن، ولی نمیدونم بزرگسالان هی دعوت هی خط هی دعوت هی خط آقا بزیکیه خسته شدن اینقدر دعوت شدن. عبدالله ویسی رو یادته با خط خورد از تیم ملی؟ بعد گریه های عبدالله ویسی همیشه تو ذهن منه که میگفت من خانوادم بنر زدن تو کوچه، 24 نفر مونده بودن، یه نفر باید خط میخورد، تیم ملی میخواست بره آمریکا، آمریکا و کانادا. دقیقاً اون شاید اون گریه ها اصلا و اون حسی که عبدالله ویسی داشت سالها باید کار میکرد روش تا برگرده به عبدالله ویسی که اگه انتخاب میشد، یعنی چقدر حالش بد شد بعد اون زمان. خب اون زمان بازیکنهای بیشتر بازیکنهای ملی پرسپولیس استقلال بودن اگه یادتون باشه، کسی هفت هشت وقتی کسی مثلا بغیر از پرسپولیس استقلال دعوت میشد واقعا بازیکن خوبی بود که دعوت میشد. من فکر کنم که عبدالویسی بازیکن خوبی بود و دعوت شد و حالا قسمتش نبوده نمیدونم، ولی خب به هر حال میگم به قول شما یه سری ها احساسی میشن، ولی من خودم شده خیلی ناراحت بشم و حتی نه گریه نکردم ولی خیلی ناراحت شدم. مثلا من میخواستم بگم مثلا حس میکنم تو زندگی تا حالا گردید مدلش یه جوریه که مثلا هیچ وقت انگار در اون حد ناراحت نشده؟ در اون حد ناراحت شدم ولی نمیخواستم الان بگم، یه گریه کوچولی کردم. کوچولی. دو تا قطره. سینمایی تو دو تا. ولی واقعا این خط خوردن بازیکن حالا تو این داستان استعدادیابی که اصلا طرف 30 سال وقت داره تا همه چی بشه، میتونه دکتر بشه، میتونه مهندس بشه، میتونه والیبالیست بشه. سردار ازمون والیبالیست بود، یعنی والیبال بازی میکرد، الان یکی از بهترین فوتبالیستای ماست. این که اصلا مهم نیست، یعنی هزار تا موقعیت دیگه برای نوجوانامون پیش میاد. درسته، چون هم پروژه استعدادیابیه، خیلی زمان تو یه ورزش دیگه استعداد داشته باشه، ولی همونطور که گفتم باعث افت روحی و البته فنی سری از بازیکن‌ها میشه. مثلا خودت یه مقطعی یادمه که تو پرسپولیس به مشکل خوردی، حالا آمار گلزنی اومد پایین، یه ذره تحت فشار بودی از طرف تماشاگرا و بعدش با یه تصمیم درست، با یه اتفاق خوبی که برای ادمون افتاد، ادمون بزیکی که اومده بود پایین، یه دفعه دوباره رفت تو صدر. سال 80 بود که فکر کنم یه تغییر مدیریتی پرسپولیس داشت، باعث شد که ما از تیم اخراج بشیم و من تصمیم گرفتم که آقای استانکو اومد سپاهان. اومد سپاهان و سپاهان منو خواست و من تصمیم گرفتم که برم سپاهان، چون دیگه تقریبا کارم با پرسپولیس تموم شده بود، چون سال آخر حتما شما خاطرتون است خیلی بازی نمی کردم. بعد اومدم سپاهان و یکی دو ماه اول چیز بودم، مصدوم بودم، بعدش شروع کردم کار کردن تا آقای کاظمی اومد، یعنی بدنم بهتر شده، کارام بهتر شد، اون قضیه رو فراموش کردم که خب ببین همه اون موقع همه دوست داشتن برن پرسپولیس بازی کنن، پرسپولیس رو استقلال دقیقا. و من 5 سال بازی کرده بودم، تازه شده بودم 25 سال، یعنی 5 سال جوانیم اونجا بودم، یعنی دوران خوبم اونجا بودم. خب بعد اومدم سپاهان، آقای کاظمی که اومد واقعا خیلی کمک کرد به من، خیلی خیلی کمک کرد و فکر کنم که آقای کاظمی باعث شد که من دوباره حالا به قول شما احیا بشم و تونستم آقای گل بشم تو دیگه برتر و چند تا قهرمانی با تیم سپاهان داشته باشم. ببینین چه مهمونی داریم، آقای فرهاد کاظمی، تشکر کنیم. آقا فرهاد خیلی خوش اومدی. خدا رو شکر، سعید سالم موفق. آفر خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید عزیز شما. آفر خیلی خوش اومدید، خوش کردیم. متشکرم میاد خان، قربان شما. یه تشکر ویژه بکنیم که هم آقای ادموند رو دعوت کردین، سبای ستاره سازی اینجا، شما ستاره شناسی. حالا من اگه بگم اینجا اکرام میشه، ولی خب شما هم حضرت علی هم امیرعلی خان هم فوتبالیستان خیلی خوب و نخبه، نمیدونم بچه ها اطلاع دارن یا نه. من امروز که امیرعلی خان گفت نفهمه شما میخواییم بیاین اینجا، میخواییم سپرایز بشه، من ادمان گفت عصر کجای گفتم ما بازی داریم، گفت من جایی هستم نزدیک ما محلمون همینجا جوادی هست، گفتش که تشریف دارین جوادی بیام ببینم، گفتم من نیستم.
حالا که الان اومدم به این یه دروغ گفتم باید منو ببخشه، چون به خاطر این برنامه گرمی این برنامه شما. سلامت باشین، خیلی خوش اومدید. قربون شما برم، در خدمت شما هستم. سلامت باشین آقای کاظمی. ما داشتیم راجع به این موضوع صحبت می‌کردیم که بعضی از بازیکن‌ها ممکنه تو دوران فوتبالشون خط بخورن، بعضی از استعداد از یه تیمی برن یه مدتی افت بکنن، ولی این برگشته خیلی مهمه، این که رویشون از دست ندن، تواناییشون تو همون سطح بمونه. اتفاقی که برای ادموند افتاد، تو پرسپولیس دارن مشکل خورد، جدا شد، ولی اومد سپاهان، آقای گل شد، با هم قهرمان شدید. چه جوری میشه که یه همچین تغییری تو بازیکن اتفاق بیفته؟ اول از اینکه منم یه عرض بکنم، به حال از استقرار پرسپولیس بازیکنایی که خارج میشن اصولا افت میکنه، درست. ولی خب ادمان همیشه اینو میگه که بعد از اون بعد اومده سپاهان، زیر نظر شما اصلا باعث یه اوجگیری مجدد شده، سالها آقای گل هم شده دیگه. حالا شما سوبرن دیگه، آقا فراد دیگه. من خواهد جام میساقی توفیقیه که آدم با یه بازیکن تاکتیک پذیر کار کنه، تاکتیک پذیر. ایشون هر مربی باش کار نکرده، خیلی راحت اینو بگم، چه روزای خوشی رو دست داده. من منزل بودم، به من زنگ زد، متواضع بودن ادموند رو میخوام بگم. گفت آقا من میخوام خداحافظی کنم. گفتم من امروز معارفم بود، چرا؟ گفت فکر میکنم نمیتونم به شما کمک کنم. گفتم شما باعث افتخار این هستی که من از شما استفاده کنم، به من افتخار بده، توفیقیه و من به شما قول میدم آقای گل بشی. خدا هم کمکمون کرد. و اینم بگم آقا، زحمات زیادی تلاش کرد، با عشق بود، انگیزه بود، سوای اون مراحل شخصیتیش که خیلی بزرگه، از لحاظ انگیزه، از لحاظ فنی من خیلی قبولش داشتم. روزی یک ساعت اضافه وایمیسا کار میکرد، اینم قابل توجه اون جوانان که میخوان در آینده همیشه بدرخشن. همین اصلا نکته ما همین بود، اینکه ما الان جوون داریم، استعداد داریم، تو 14 سالگی 15 سالگی خط میخوره و خیلیشون ناامید میشن، ول میکنن فوتبال رو، ولی بعضیا میچسبن بهش، تلاش میکنن و آخرش میشن مثلا ادمون بزیک. ادمون بزیک آقا میساقی، سوای این که یه آدمی بود تاکتیک پذیر، فوتبالیست خوبی بود، یه فرمانده، یه مارشال به تمام معنا بود. یعنی هر آنچه که ازش میخواستی، البته قابل ذکره که محرم نویدکیا هم خصوصیات داشت، محمود کریمی هم تو تیم ما، مرحوم رضا حسن‌زاده، اینا خودم با شما، این شخصیت هایی بودن که هر موقع کار ما میخواست گره بخوره، من اینا رو صدا میکردم، بحث تاکتیکی بونم گفتم این کارو بکنیم و واقعا کارو در می آورد. خیلی کار خوبی کردین. جوونا این برنامه رو ببینن، عشقشون اضافه بشه و امیدشون هم میشه تا آخر عمر همراهشون باشه. خیلی متشکرم آقا فرهاد، خسته نباشید بیننده‌های محترم ستاره ساز. چقدر خوب شد این قسمتمون با حضور فرهاد کاظمی عزیز. سعی می‌کنیم توی ستاره ساز صحبت بکنیم راجع به کسایی که استعدادیابی کردن، تونستن یه ستاره رو پرورش بدن یا تونستن احیاش بکنن بعد از افتی که یه بازیکن داشته، و امیدوارم که بتونیم کمک بکنیم هم به کسایی که مربیگری رو تازه شروع کردن و هم به کسایی که رویای ستاره شدن دارن. تا پایان برنامه ها همراه ما باشید، کلی قصه و داستان داریم هم توی این استودیو هم توی استودیوی دیگه، و مطمئنم که لذت خواهید برد از دیدن ستاره ساز. عیدتون مبارک، بهتون خوش بگذره. تعطیلات یا علی خدایی.